کتاب میخونی؟ تازگی؟ بله، بله. این کتاب کتاب عادی نیست که، این شاهنامه است. ولی شاهکاریه واسه خود. شاهنامه معمولی نیست که. The Epic of the Persian Kings. بله. اصلا این شاهکاریه. باز کن ببینیم. این شاهکاری که بذاری من تو این دوربین نشون بدم. این شما فقط آثار طراحی شده و نقاشی شده یه این تو رو نگاه بکنید. این یکی از ارزشمندترین آثار چاپ شده در رابطه با ادب و هنر فارسی است. شاهنامه و خالق این اثر حمید رحمانیان. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون دعوت کردین. اینا مال ماست دیگه. چون ما اینا رو که اینا دیگه اینا همه مال ماست. ما یکی یکی اینا رو آخه یکی دوتا هم نیست. به مرور در طول مصاحبه لطفاً آره نشون میدم، چون مهمونی که دعوت کردیم که مهمون معمولی نیست که. درست دارین. از اون برداره آثارش روی اسکرین اینا رو ببین. اینا رو فقط تماشا کن. ویدیو بال نشون داده میشه. خودش اینجا، کتاباش اینجا. همه فن حریفی دیگه، نویسنده و ناشر و طراح و حماسی است. از لباسش از بیکاری کار نداره. خیلی که کار نیستش که، من دکتر بودی، مهندس. بستگی داره دیگه، اگه بخوای پول ازش در بیاری که نه دیگه، اون کار محسوب نمیشه، اون میشه عشق. نه عشق بیشتر. بله همینطوره. من مطمئنم تو اونقدر شیفته فرهنگ و ادب کشورمون، به خصوص شاهنامه، چون کلی کار و کلی پروژه و کلی کارهای مختلف رو در این رابطه انجام دادی و این فرهنگ شرق و غرب رو تو یکی از پل‌های ارتباطیش هستی به نظر من. بسیاری. نه، من نظرم بیشتر وقتی شروع کردم این بودش که دنیای تصویری ایرانی‌ها رو به اصطلاح معرفی کنم و فکر کردم شاهنامه وسیله نقلیه خیلی خوبیه که این دنیای تصویری ما رو حمل کنه. برای همین مثلا این کتاب اول که شروع کردم، این 8000 قطعه مینیاتور و لیتوگراف از اواخر قرن 14 میلادی تا اواسط قرن 19، هر کجایی که تحت تأثیر مکاتب نگارگری ایرانی‌ها بودن، از مغول هند تا به اصطلاح سیطره عثمانی‌ها، اینا جمع‌آوری شده و دوباره اینا طراحی شده. بزرگ که میشنه همیشه از شاهنامه فراری بودم. خب من اصلا بابام میخواست منو بشینه شاهنامه بخونه، ما نیست. خب خیلی پیچیده است دیگه. شما الان به خیلی از ایرانیام همینطورن، یعنی دیگه شما فکر میکنم با یه دانش خاصی داشته باشین تا این شاهنامه رو بفهمین. رو این حساب فکر کردم که باید یه جوری این به اصطلاح قابل دسترس باشه برای مردم، به خصوص غیر ایرانی ها که وقتی میخونن بفهمن اینو. رو این حساب با از آقای دکتر صدری هم دعوت کردیم، اومدن روی با تیم ما و شروع کردیم اینو به اصطلاح ایشون ترجمه کردن و من و همسرم اینو ادیت قصه رو ادیت کردیم که قابل فهم باشه. تو اصلا خیلی از پروژه هاتم با همسرت انجام میدی؟ بله، اصلا ما یه ارتش دو نفره هست. بله، یعنی ما نزدیک 25 ساله با هم دیگه داریم کار میکنیم و 15 ساله ما به کوب خودمون رو وقف شاهنامه کردیم. همسرت هم به همون اندازه که تو عاشق فرهنگ ایرانی هستی عاشق فرهنگ ایران هست؟ دیگه چیزی نداره، چویسی نداره، گزینه ای نداره. نه اصلا شوری که ما شروع کردیم خیلی جالب بدونین، اونم با یه به اصطلاح مراوده‌ای بودش که بین من و ملیسا بودش، اونم سال 2008. همسرت ایرانی هم نیست؟ نه، من اصلا ایرانی نیستش.
بعد اینقدر عاشق از هر خیلی زحمتی که ایشون برای به اصطلاح فرهنگ ایران کشیدن واقعا قابل تقدیره. ولی اینو بهت بگم خیلی جالبه، این خنده دارم هستش. ما سال 2008 من آخرین فیلممو تموم کردم، تو تورنتو برنامه داشتیم، بعد اونجا دعوتمون کردن، گفتن یه کنسرتی هستش راجع به شاهنامه است و یه آقای نقالی هست و اعضای محترم ارکستر تورنتو هم هستن، اونا شما بیاین ببینین. خلاص ما رفتیم نشستیم و ملت اومدن و با فوکل و کروات و خیلی شیک. بعد یه 10 دقیقه این شو شروع شد، من مثلا حوصله‌ام سر رفت، یه 20 دقیقه گذشت، گفتم یا علی من چجوری اینو تا آخرش برم. خلاصه تموم شد، برگشتم به ملیسه گفتم ببین ما ایرانی ها این همه گنجینه فرهنگی داریم، گنجینه هنری داریم، ولی اینجوری باید همیشه خودمون یه کاری بکنیم که خارجی ها ترجمه کنیم که خارجی ها ما رو اینجوری ببینن. اینم برگشت من گفته که شما ایرانی ها هی دارین میگین که ما اینو داریم و اینو بودیم و اینو داشتیم و اینا، خودت یه کاری بکن، یعنی فقط حرف نزن. خلاصه ما غیرتی شدیم، دست گذاشت روی خلاصه 15 ساله ما داریم ثابت میکنیم، داری ثابت میکنیم غیرت داریم، داریم کار انجام میدیم. Lovers beset by obstacles, seafaring ships and sea dragons, and an epic battle to save ancient Persia. بدون گزافه و بدون غلوف ما بیشترین حجم تولید فرهنگی رو داشتیم از بعد از انقلاب در خارج از ایران برای بیننده غیر ایرانی. 10 تا پروژه کار شده و 4 تا پروژه دیگه هم قرار بیاد بیرون توی 4-5 سال آینده. حالا اینا آثار چاپ شده است، آثار تصویری و آثار نمایشی فوق‌العاده زیبایی رو هم داره. فکر می‌کنم اولیش بوده، درسته؟ اولین کاری این که کردی؟ این دستگرمی بودش. این دستگرمی بوده. این به اصطلاح اینجا میگن پیکنیک. آره. این ولی کار بعدی که الان در تور داریمش به اصطلاح سانگ آف د نورث یا آوای شمال، اون خیلی مفصل. اون 3 سال پروداکشنه. اون 3 سال تو تهیه بوده. نزدیک 500 تا پاپت، 208 به اصطلاح پس زمینه انیمیت شده است که میشه به اصطلاح ترجمه میشه به 208 تا در حقیقت استیج، یعنی صحنه است. بزرگ نه، فقط یه نفر نیستی که نه خب خیلی کاراشو من و ملیسا انجام میدیم، بعد ولی آدم میان پاپت میسازن، نمیدونم خیلی کارا. چند تا عروسک گفتی؟ 483 تا عروسکه. 483 عروسک در این نمایش. چیزی که خیلی مهمه اینو توجه داشته باشی، تمام این دنیای تصویری که من دارم میسازم همه مال خاورمیانه است، یعنی حتی یک قطعه، یک صفحه، یک عروسک از اونور دریای مدیترانه نیست، یعنی همه مال خود ماست، همه هر جایی که تحت تاثیر به اصطلاح نقاشی ایرانی بوده توی این 600 سال گذشته. روی این حساب وقتی شما وارد این کار میشین، وقتی مواجهه میشین باهاش، یه حس عجیبی بهتون میده، چون انگار که از خودتون اومده بیرون. Farewell, my beloved son. Farewell, mother. حس عجیبی بهتون دست معرفی کنم. کامرا این کتاب ضحاکش هست، که این کتاب با کتاب شاهنامه فرق داره. چرا؟ چون پاپ به این کتاب میگن دیگه. این از چاپش هم تموم شده، این الان دیگه تو مارکت نیست، باز میشه. و اجازه بدید من یکی دوتا از این با حالاشو به شما نشون بدم. اینا مثلا شما فقط نگاه کنید. اونم که باز میکنید فریدون به تخت میشینه، میبینید؟ فریدون به تخت میشینه. و یکی اون یکی هم سینا جون باز کن. اجازه بدید یکی دوتا دیگه شو بگم. داستانش هم یه ذره به ما بگو. این صفحه الان این چیز جالبی که تو این من البته انجینیرینگش رو با سایمن اریسپت دوستم کار کردم. ما چیزی که این تو نظرمون بودش اینه که هر صفحه فولدی هم که باز میشه یه قصه رو تعریف کنه. مثلا اینجا سینا جان ببین، این الان تو آب اینو الان اینو بالا پایین که بکنی اینو تو آب بالا پایین میشه. یا مثلا اینجا اینا همه قصه هم دارن تعریف میکنن. اینو قصر باز
باز این جاییست که به اصطلاح فریدون میاد ضحاک رو بکشه که فرشته سروش میاد میگه که این وقتش نرسیده، تو باید به زنجیر به کوه ببندیش تا آخر زمان بیاد و این دوباره زنجیرها رو پاره کنه و بیاد. و این ضحاک به دو زبان هم منتشر شده، فرانسه و انگلیسی. رستم بعدیش به سه تا زبانه، یعنی به حقیقت به چهار تا زبانه. این که اصلا ما خودمون رو کشتیم بخوایم پیدا بکنیم یه نسخه ازش نیست. اینا ما تازه از سه روز پیش میخوایم اینو دوباره تصمیم گرفتیم دوباره تجدید چاپش بکنیم، چون اینا خیلی میدونی که اینا دستساز همه. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. بعد اینا که دست مثلا اینا دونه دونه با دست، من فیلمشو فرستادم میتونیم ببینیم. بعد اینا توی مثلا رستم و یه سی نزدیک 838 نفر کارگر توی لاوس اینو نشستن جمعش کردن. هر کتابی نزدیک 190 تا قطعه است، 190 تا قطعه میشه یه کتاب. اینا دونه دونه با دست. بعد اینا پرم دارن، دیدین اینا؟ آره دیدم، یکی دو تاش پر داره بهش وصله. اینا بعد هر پری برای هر کتابی به اصطلاح خاص دیگه، هر کتابی یعنی یونیکه، یه مال خودشه. خیلی عالی. یه سر بریم به اتاق فرمان بزنیم ما یه خورده هضم کنیم این چیزایی رو که تا الان دیدیم. و همراه ما باشید. ما حالا این لابلا متوجه شدیم که یه اتفاقات دیگه هم افتاده که ما ازش بی‌نصیب موندیم. این کتاب شاهنامه یه دونه نسخه ویژه جلد چرمی قرمز رنگ داره از قرار. اون کجاست؟ اون فقط یه دونه ازش مونده. بقیه‌اش دست کیاست؟ دست من نه تو موزه هستش، کالکترها دارن، کلکسیونر دارن. آقای بایدن یکی داره، آقای اوباما یکی داره، رئیس جمهور هند یکی داره. واقعا یعنی نخست وزیر هند ببخشید. بعد ما نداریم وقت، یعنی چی ما کمتریم از نخست وزیر رئیس جمهور؟ آره دیگه احتمالاً اینجوریه که به نظر میاد که برای ما. حالا این رستم که میگفت و ما نمی آوردیم نشون بدیم، گفتم برای این بخش بیارم رستم رو کتابش رو نشون. شما فقط کتاب و بسته‌بندی کتاب رو زیباست ببینید. چه کادوی زیبایی میشه برای هر کسی. چه کادویی خواهد بود برای کسی که علاقمند باشه. شناسنامه‌شو بذاریم من بیام بردارم. اون نوشته که این کتاب دستساز هستش و خلاصه باش توضیحاتشه. باش مهربون باشین. مهربانی رو یاد داده از همون اول توی کتاب. آره اصلا این پروژه همش پروژه های خیلی مهربونی هستن. بعد یعنی وقتی که اسم این کتاب الان رستمه، فقط شخصیت رستم بود؟ این هفت خان رستمه. آها یه قصه است. همین چجوری باز میشه؟ باز شد. اصلا همین یکی از علت گفتم این صدام داره، یعنی وازش کنین داره قرش داره. آه این تیرم پخش میکنه، پرت میکنه. این تیر پرت میکنه. این اینجا بچرخونین، تیرم پرت میکنه. بذار یه دونه من سیامک گرفت اذیتم کرده. نشونه بگیر طرف سیامک. تلافی تمام آزارها و اذیت‌هایی که سیامک. آها یه دونه، آها اونم باز کن. باز کنم؟ آره اون قشنگه. باشه قشنگه. اینم شاید این کار شماست. بریم این تبو بکشیم. ببین چی میشه. نترس. تبو از بگیش قشنگ. بکش نترس. بکش. اوکی. می‌ترسم پاره بی خودت بکشم. نه راحت ببین. نه. آها. یکی یه بار دیگه. آره این خانه چهارمه. این زن جادو. چرا الان این شب اون روزه؟ آره. آره این نه این اینجا این رستم توی سفرش که میره به اصطلاح کیکاووس نجات بده به یه سرزمین جادویی میرسه. بعد این اونجا یه سازی پیدا میکنه و یه جام شرابی رو شروع میکنه ساز زدن و این یکی از این دیوا میاد اونجا خودش به صورت یه دختر خیلی خوشگلی در میاره و میشینه با این خلاصه گل میگه گل میشنوه براش یه جام شراب یه به اصطلاح کاپ شراب مینیزه. بعد رستم به نام حق این داره مینوشه. بعد این
زن نمیتونسته اسم به اصطلاح مقدس و بپذیره به زبون بگیره به تبدیل به یه چیز میشه جادوگر میشه اینم میکشتش. ببین اینجا صندلی افتاده ساز افتاده اینا همه یه جا هستش میبینی ولی وقت انگار که هوی متاله و سیاه میشه تو 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 اینا رو صحنه خیلی قشنگه. این جاییه که رستم اولادو از هرس میاره پایین باز پرشو آره اینا همه پر دارن دیگه اینا هر صفحه یه پر داره یعنی این خیلی زیباست این چه دیگه مال ماست این مال این بله این البته این مال شادی خانومه شما شادی جان اصلا احتیاج به شادی اصلا آدیو بوک شادی گوش میده آدیو بوک دارین شما آره یه آدیو بوک شاهنامه خیلی خب آدیو بوکشو بدین به شادی این مال من این آخر این صفحه آخرم باز کنید صفحه آخر میترسم خواهش شادی موقعی است که موقعی که رستم دیگه مثلا جهان پهلوان میشه بازش کنید این کمانشو میکشه ببندش بازش کن ببندش آها بازش کن حالا بازش کن آها ببین سرش آره واو. اینا حیوانی سایمن واقعا پیر شد سر کتاب انقدر اذیتش کرد وای که چقدر زیباست وای که بذار من این دستور مهربانی رو هم بذارم لاش خیلی زیباست واقعا اینجا خب این که مال من از آدیو بوک ها بگو الان که شادی خیالش آره آدیو بوک هستش که 12 ساعت شاهنامه رو در حقیقت با صدا تصویرسازی کردم تمامش انگار که یه دونی فیلم نگاه می‌کنی ولی تصویر نداره صدا گذاری شده و موسیقی و مثل نمایشه بعد 61 دونه صدا توشه یعنی هر شخص دیگه صدا داره بعد به انگلیسی البته یعنی همون کتاب رو ما چیز کردیم مثل نمایش‌های قدیم رادیویی بود دقیق آفرین اینو اتفاقا فرستادم واسه آقای فرانسیس فورد کاپولا خیلی خوشش اومد همینو گفت گفت یاد بچگی‌ها میافتادم که نمایش رادیویی اون موقع بیشتر بودش الان خیلی کم شده نمایش رادیویی رستم announced his readiness for battle while still beseeching his opponent to reconsider the matter if it is vengeance and bloodshed you desire he said I will bring my armies from Zabul and Kabul to fight against your Iranian troops. اسفندیار was offended. اینم تعریف کردی جالب بود داستان این انگشتر. آها این انگشتر. اون زهاکو بیار بالا بده. زهاکو. اینا یه از دوستانم روی اینستاگرام که یه خانم روسی هستن، این برای پسرش این زهاکو خرید. خب. بعد این سفر رو اگه باز کنین اینجا خب. اینجا یه گرز گاوسر هستش می‌بینین خب خب بعد بر اساس اون آره دقیقاً این انگشتره است این انگشتره رو عثمان ساخت فرستاد از روسیه واه خیلی به عنوان تشکر دقیقاً ببین چه انگشتری هم ساخته همین اینو انسان نازنین می‌بینی واقعاً خیلی عجیب ببین این دوربینه می‌تونیم بعداًم بگیریم ازش می‌بینین این همین گاوه اجازه بدین گاو به اصطلاح گرز کله گاوی درسته بله گرز گاوسر گاوسر گرز گاوسر تخصصی تر راجع به گرز من اونقدر اطلاع ندارم کله گاوی نه من اطلاعاتم راجع به گرز فقط در حد این گرز گاوسر رو دقیقاً فریدون سفارش میده به کاوه آهنگر که به یاد برمایه گاوی بوده که به شیر میداده بچگیش و ضحاک اونو میکشه به یاد اون این گاو این بر اساس اون ساخته شده و چه مخاطب با معرفت و با حالی که اینو واسه بچهش خریده حالی کرده بعد رفته واسه نویسنده و خالق کتاب انگشتر ساخته دمش گرم واقعا دمش گرم دمش گرم تشویق کنیم حمید رو حمید یه کوچولو هم بگو اصلا کلا تو ایران هم خب من میدونم جایزه بردی فعالیت میکردی هنر خوندی یعنی آره من دفتر گرافیک دیزاین داشتم تو ایران اصلا کار گرافیک میکردم خیلی مفصل خیلی موفق بودم از 20 سالگی تا 25 سالگی من طراحی گرافیک میکردم تو ایران بعد زمان چیز بود رفسنجانی هنوز رئیس جمهور بود قبل از خاتمی بود بعد از خاتمی خود جو عوض شد اون موقع ولی اون موقع من اون وسط احساس کردم که دیگه به اشباع شدم یه چیزی ندارم که بهش برسم بعد یه دفعه هم یه شعر داشتم میخوندم از سعدی گفت تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشا کنان بستانیم گفتم این داره با من حرف میزنه من اینجا خیلی خوشحالم با این ظرف مدیری که رو میزمه و مثلا اون کارهایی که میکردم و با اون محدودیت هایی که بوده و ولی ما به عنوان تماشاگر میخوایم بریم یه جای بزرگتر رو باغ ما باغ میوه رو پیدا کنیم نه به اصطلاح بستان رو پیدا بستان رو پیدا کنیم
ما نزدیک 23 سال امریکا، من یه وقتی بعض وقتا این چیزا رو همیشه من به انگلیسی میگم. نه خیلی خوبه. بعض وقتا فارسی که میاد برای کسی که 30 ساله داره امریکا زندگی میکنه و آثار هنری اینجوری رو خلق کرده که خیلی خوب فارسی حرف میزنه. ما بچه‌هایی داریم که دو هفته است اومدن ترکیه و نمیتونم فارسی صحبت کنم. خیلی جالبه دیگه، من بیشتر با برای مثلا کانال‌های انگلیسی یا رادیوهای انگلیسی صحبت می‌کنم، میگم همه این مطالب رو به انگلیسی میگم. مثلا این بعضی وقت راحت‌ترم که خیلی راحت صحبت کردیم، ما کلی حال کردیم. دمت گرم. این نمایش یه ورژن جدیدش که گفتی با پاپتا قرار اجرا بشه، این کی قرار به نمایش در بیاد؟ ما کی میتونیم تو لندن شاهدش باشیم؟ ما اتفاقا جاتون خالی 7 8 ماه پیش چیز بودم، کلمبیا بودم، بوگوتا، برای 4300 تا کلمبیایی داستان بیژن و منیژه اجرا کردیم. اونا سریالای کلمبیاییشون میفرستن، ما نگاه کنیم تو بیژن و منیژه بردی اونجا براشون اجرا کردی. ببینید این شوی که الان میبینین، این بعد از اون لاین کینگ پربیننده ترین شوی عروسکی امریکا بوده، 120,000 نفر اینو دیدن. خب نمایش رو 112، من از خانم گوگوش بیشتر آدینس برای خارجی. البته برای خارجی و البته جای تقدیر داره، البته جای تقدیر داره. اومدن یعنی یک وقت ما یه جا بعضی وقتا مثلا میریم محله های بی بضاعت برای مثلا جایی که کم بچه ها فقیر هستن مثلا اجرا میکنیم، بعد کنار این برنامه ها جزوه داریم راجع به ایران، راجع به فرهنگ ایران، راجع به شاهنامه اینا. حتی کتابش هم هست، مثلا من دیدم این مثلا یکیشونه دیگه، درسته؟ آره یه قسمت آموزشی هم داریم کنار این کارا، فقط نمایش نیستش. این اصلا تمام داستان رو و داستان رو یعنی برای این تمام استوری بوک اون شوی آخرمه. بعد این 350 تا 351 دونه فریمه که اینا همه طراحی شده قبل از که وارد صحنه بشین که بخواین تمرینش بکنی و اجراش بکنی. سیر که نمیشیم که از صحبتات، ولی وقت برنامه اجازه نمیده. اجازه بده که ان شاء الله بیاین ببینین یه روزی. آره اون که حتما بیام، مثلا گزارش تهیه بکنیم از خود اجرا. بسیار مهمون عزیزمون و خب برای امشب بچه ها یکی از کارهای فوق العاده زیبا و تاثیرگذار ابی عزیز رو آماده کردن. چقدر عالی. کدوم کاره؟ خانه سرخ. به به، بشنویم با هم. خیلی ممنون. خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، باری از خون پهنه بر زن و میدان سرخ است. ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد، مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است. تو گل خونی فریاد در این ساقه از ضربه شلاق زمستان سرخ است. وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران، تو در این دشت غرور کین داران سرخ است. روسیا هست اگر این شب مردم شبد تو دم صبح وطن، سینه یاران سرخ است. با تو سرسبزی عزیز ساره سیاه پوشان است. ای مسلح دستت از خون شهیدان سرخ است. ده به ده پرچم خشم است برمیخیزد، مزرعه زرد و چپر سبز.
سبز و بیابان سرخ است. بسیار عالی. خیلی ممنون. دمتون گرم.